ادامه خبرها. نزدیک به 5% باشندگان ولایت فرا معتاد به مواد مخدر هستند. آمارها نشان می‌دهند که این ولایت با آنکه نزدیک به 1 میلیون نفوس دارد، اما 50,000 تن در این ولایت معتاد به مواد مخدرند. در همین حال مسئول برنامه کاهش تقاضای مواد مخدر در این ولایت می‌گوید که فرا از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در کشور به شمار می‌رود، اما توان نهادهای صحی این ولایت برای درمان معتادان اندک است. فرا از ولایت‌های بزرگ کشور به شمار می‌رود، اما این ولایت به دلیل حضور حراس افکنان در ولسوالی‌هایش از تولید کنندگان بزرگ مواد مخدر در کشور نیز به شمار می‌رود و گزارش‌های وجود دارند که بازار بزرگ فروش مواد مخدر در غرب و جنوب کشور در ولسوالی بکوای ولایت فرا رونق دارد. اما مسئولان صحی این ولایت می‌گویند که ناامنی‌ها سبب شدند 50,000 باشنده این ولایت معتاد به مواد مخدر شوند. در ارقام که ما داریم ولی تقریبی ثابت نیست، بین 45 تا 50,000 نفر معتاد مواد مخدر در ولایت فرا وجود دارد. اما تنها در این ولایت 3 مرکز کوچک درمان مواد مخدر وجود دارد. تنها مرکز بزرگ درمان معتادان مواد مخدر این ولایت مرکز صحی صد بستری است که یک بازرگان کشور قطر از سرمایه شخصیش در فرا ساخته است. سخنگوی این شیخ کشور قطر میگوید که بنیاد خیریه الغرافه برای دسترسی باشندگان این ولایت به نهادهای صحی مرکزهای بیشتری خواهند ساخت و برای درمان معتادان مواد مخدر تلاش خواهند کرد. ما تا کنون یک مرکز صحی و یک شفاخانه 100 بستر را به گونه رایگان در فرا ساخته ایم و در کنار آن پول ساختن چندین مسجد و مکتب را نیز پرداخته ایم و پس از این تلاش خواهیم کرد که در بخش های صحت باشندگان این ولایت را بیشتر همکاری کنیم. این شفاخانه که از سوی شیخ علی بن عبدالله ثانی یک بازرگان کشور قطر ساخته شده است، در هر 45 روز 100 معتاد مواد مخدر را درمان می کند. شمار از معتادان که برای درمانشان به این مرکز آمدند می گویند که اعتیاد همه چیزشان را گرفته است و حالا تصمیم گرفتند دوباره به زندگیشان برگردند. خپل درد دغه زخې مثال د طریق سره شروع کړ نه نه پوری کړه 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 څو د دوا په ډېر مسکول نو ساده زندگی مې مشکل را نه خراب شو. جامع سره واچول د اولاد ای واچول د ننګ ای واچول غیرت ای واچول د ځي واچول دو سال مې زم منځ ګاره د مات شوم بیا مې مې منځ ګو په عمر خو مزه خری دیدم نه دیده بودی. در همین حال سخنگوی ولی فرا از وزارت صحت عامه و نهادهای کمک کننده میخواهد که برای درمان معتادان مواد مخدر در این ولایت نهادهای صحی را یاری کنند. از کجای فرا؟ مشکلات اساسی ما را اینمی دو کلینیک و دو شفاخانه حل کرده که در بخش معتادین ما بیشتر از 100 بستر است فعلا و این فعالیت داره. تمام تجهیزاتشان مکمل است، تاسیساتشان مکمل است. گزارش های وجود دارند که در حال حاضر چندین کارخانه بزرگ تولید و پروسس مواد مخدر در ولسوالی بکواه ولایت فرا فعالیت دارند و پول تولید مواد مخدر این کارخانه ها چندین گروه حراس افکن را در این ولایت تمویل می کند. فرا نزدیک به 1,200,000 باشنده دارد، اما نزدیک به 50,000 تن از باشندگان این ولایت معتاد به مواد مخدرند. نهادهای بهداشتی این ولایت اما در 2 ماه تنها توان درمان 155 بیمار مواد مخدر را دارند که این میزان در مقایسه با نفوس این ولایت اندک است. اما جاوید زیارجایی، طلوع نیوز، فراه.